مسلمانان روهینگیا که در اردوگاه هایی در کشور بنگلادش به سر میبرند با مشکلات مختلفی اهم از کمبود مواد غذایی بهداشت نامناسب عدم وجود فضای مناسب تحصیل و بازی برای کودکان و دیگر مشکلات مشابه دست و پنجه نرم کنند به رغم همه این مشکلات اکنون آتش به جان این اردوگاه ها افتاده است در پی آتش سوزی در اردوگاه شماره نه بلوخانی در بازار کاکس بنگلادش بیش از 20 چادر آوارگان روهینگیا خاکستر شد همکارم علی اکبری گزارش می دهد شاه رزوان حیات کمیسر امور پناهندگان بنگلادش اعلام کرد بر اثر انفجار کپسول گاز پخت غذا در یکی از چادرهای اردوگاه شماره نوه بلوخالی در بازار کاکس آتش سوزی بزرگی رخ داد به گفته وی بیش از 20 چادر آوارگان در این آتش سوزی خاکستر شد وی با بیان اینکه یک پناهنده آراکانی در این حادثه مصدوم شده است اظهار داشت در اسرع وقت چادرهای جدید جایگزین خواهد شد ارتش میانمار در 25 اوت 2017 حملات خود به منطقه آراکان را آغاز کرد در این حملات هزاران غیر نظامی آراکانی جان باخته و حدود 350 روستا توسط ارتش و بوداییان افراطی به آتش کشیده شد طبق آخرین گزارش سازمان ملل شمار مسلمانانی که از 25 اوت 2017 به این سو از خشونت های ارتش میانمار و بوداییان افراطی فرار کرده و به اردوگاه ها و اقامتگاه های موقت در هومه کاکس بازار بنگلادش پناه بردن به 900 هزار نفر رسیده است. از سال 1970 میلادی تا کنون 84 درصد از جمعیت دو میلیونی مسلمانان آراکان در پی خشونت های ارتش میانمار و بوداییان افراطی به کشورهای همسایه گریختن سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان آراکان در میانمار را پاکسازی قومی و نسل کشی توصیف می کنند.